Be prepared. There will be a night for unfortunate souls in pain, in need. چند وقتیه که انیمیشن ویش روی پرده های سینما رفته. جدیدترین انیمیشن استودیوی انیمیشن سازی والت دیزنی که شاید توی نگاه اول چیزی که توجه ما رو جلب کنه استایل گرافیکی دو بعدی جذابشه، ولی یه چیزی که توی این تریلرها و نمایش‌های انیمیشن خیلی بیشتر توجه طرفدارای دیزنی رو به خودش جلب کرده بازگشت یه شخصیت شرور و منفی درست و حسابی. کریس پاین نقش پادشاه مگنیفیکو رو توی انیمیشن آرزو به عهده داره که شوهر ملکه آمایا و پادشاه کشور روزاست و همچنین حافظ آرزوها هم هست. حالا به این مناسبت تصمیم گرفتیم که ببینیم چرا طرفدارای دیزنی اصلا با بازگشت شخصیت شرور کلاسیک به یه انیمیشن دیزنی خوشحالن و اصلا چرا توی این سالها کمتر خبری از این شخصیت‌های شرور دوست داشتنی بوده. من نگینم، با فیلمزی همراه باشین. شخصیت شرور همیشه پای ثابت انیمیشن های استودیو والت دیزنی بودن. از همون اول با انیمیشن سفید برفی و هفت کوتوله ما شاهد شخصیت های منفی مثل ملکه شیطانی بودیم. شخصیت های منفی همیشه نقش مهمی توی داستان انیمیشن های دیزنی داشتن، حتی اگه خیلی کلیشه‌ای هم بودن. حتی میشه گفت که خیلی هاشون رو با آهنگای شرورانه‌ای که میخوندن یادمون میاد. Be prepared. Be a night for unfortunate souls in pain, in need. حتی عجیب هم نیست بگیم که برخی از این شخصیت های شرور تونسته بودن به شخصیت های محبوب و معروف تری نسبت به شخصیت اصلی انیمیشن تبدیل بشن. برای همین همیشه وقتی صحبت از یه انیمیشن دیزنی میشد اول از همه خیلی ها منتظر بودن ببینن شخصیت شرورش کیه و قراره چی ازش ببینیم. مثلا توی ادامه و توی انیمیشن 101 سگ خالدار ما شخصیت کروئلا دویل رو داشتیم که انقدر به شخصیت محبوبی تبدیل شد که دیزنی حتی رفت ازش یه فیلم لایو اکشن موفق هم ساخت. البته اون زمان ها خیلی از بچه ها حتی از این شخصیت میترسیدن که خب حقم داشتن. توی انیمیشن زیبای خفتم مالیفیسنت رو داشتیم که با اینکه خیلی شبیه همون ملکه شیطانی سفید برفی بود ولی انقدر شخصیت محبوب و معروفی شد که دیزنی اومد دو تا فیلم لایو اکشن ازش ساخت. با موفقیت این دست شخصیت ها خود دیزنی هم کم کم متوجه شد که آقا شاید کلید اینکه انیمیشنشون بیشتر و بهتر دیده بشه همین شخصیت های شرور دوست داشتنی باشه. بعد از اونم نوبت به شخصیت شیرخان توی انیمیشن کتاب جنگل رسید. ببری خطرناک و آدمخوار که عملاً کل موجودات جنگل ازش میترسیدن و دیزنی به بهترین شکل ممکن این شخصیت ترسناک و مرگبار رو به تصویر کشید و یه جورایی رو دست کروئلا دویل هم از این نظر بلند شد. تجربیات دیزنی توی این موضوع روز به روز بیشتر شد و توی انیمیشن رابین هود هم شخصیت پرنس جان رو داشتیم. البته خیلی از این شخصیت ها در اصل توی منبع اقتباسشون بودن و دیزنی صرفاً اونا رو خیلی جذاب به تصویر کشید و تونست با استفاده از این شخصیت ها کیفیت کارش هم بیشتر کنه. ولی میشه به جرئت گفت که اوج کار دیزنی با انیمیشن پری دریایی شروع شد. شخصیت شرور اورسولا رو داشتیم که یه جادوگر دریایی بود که صدای اریل رو در ازای پاهای انسانیش میگیره و تلاش میکنه عشقش رو نابود کنه. انیمیشن دیو و دلبر البته برخلاف کارهای قبلی دیزنی بیشتر تمرکزش رو روی رابطه بل و دیو میذاشت، ولی شخصیت شروری مثل گستان رو داشت که شاید در حد و اندازه شرورای قبلی نبود ولی بازم خیلی ها ازش متنفر شدن. انیمیشن علایدین با شخصیت جعفر و انیمیشن شیرشاه با شخصیت اسکار. یادتون باشه که اسمش اسکاره نه اسکار. اسکار به معنی جای زخمه و به خاطر زخمی که زیر چشش داره معروف بوده به اسکار نه اسکار. دو تا از به یاد موندنی ترین شخصیت های شرور رو تحویل دادن که یه جورایی حسن ختام این شخصیت های کلاسیک بودن و بعدش عملا این دست شخصیت ها توی کارهای دیزنی افول زیادی کردن.
دیگه خبری از اون شخصیت‌های کلاسیک جذاب توی انیمیشن‌های بعدی دیزنی نبود. شاید شخصیت‌هایی بودن که جلب توجه می‌کردن ولی اونقدر موندگار نبودن. ولی توی انیمیشن‌های مدرن دیزنی عملاً این شخصیت‌ها یا نقششون مثل انیمیشن فروزن و زوتوپیا خیلی کم رنگ شد، یا مثل انیمیشن انکانتو و انیمیشن استرنج ورلد عملاً شخصیت شروری نداشتیم. البته گروهی اعتقاد داشتن که نسل جدید به هر حال مثل نسل گذشته نیست و دیزنی داره مسیر درستی رو میره. البته دیزنی هم موفقیتایی داشت. مثلا توی انیمیشن انکانتو حذف شخصیت شرور کمک زیادی به داستان انیمیشن کرده بود. البته شخصیت های شرور کاملا هم حذف نشده بودن. مثلا توی انیمیشن تنگلد یا انیمیشن رکید رالف یا حتی فروزن هم داشتیم، ولی همونطور که گفتیم خیلی شخصیت های موندگاری نبودن. شاید توی کارهای مدرن دیزنی انیمیشن بیگ هیرو 6 تنها اثری هستش که بتونیم بگیم یه شخصیت شرور نسبتاً کلاسیک داشت و شخصیت نسبتاً موفقی هم بود. ولی توی انیمیشن رایا اند لاست دراگن عملاً شخصیت شرور خاصی نداشتیم. حتی همون شخصیتی هم که فکر می‌کردیم شخصیت منفیه تبدیل به شخصیت مثبت شد. ولی گفتیم که نبود چنین شخصیتایی عملاً توی بعضی کارا مثل انکانتو جواب داده. ولی خب خیلی زود دیزنی متوجه شد که شاید راهو داره کاملاً اشتباه میره. انیمیشن استرنج ورلد عملاً نقش اینو داشت که دیزنی رو از یه خواب عمیق بیدار کنه. عملاً توی کارای اخیر دیزنی یا خبری از شخصیت شرور خفن نبود یا خیلی نقش محوری و خاصی نداشت. همینم باعث شد تا مثلا توی انیمیشن فروزن 2 هم چنین موضوعی احساس بشه، ولی خب فروشش باعث شد تا این کم بود کمتر توسط خود استودیو حس بشه. در طول زمان دیزنی یا از سر نوستالژی یا دلایل دیگه کم کم به این نتیجه رسید که نمیشه توی هر انیمیشنی از سیستم فعلیش پیروی کنه و با اینکه اکثرا هم موفق بود، ولی بازم توی بعضی کاراش کم بود چنین شخصیتایی کاملا احساس شده. حالا نوبت به انیمیشن ویش رسیده. انیمیشنی که طبق وعده دیزنی قراره چه از نظر استایل و چه از نظر محتوا شباهت زیادی به کارهای کلاسیک دیزنی داشته باشه. حداقل بر اساس تریلرهای انیمیشن میشه این نتیجه رو گرفت که فقط صرفا با یه انیمیشن خوشگل دیگه طرف نیستیم و دیزنی واقعا داره یه کار کلاسیک و تحویل طرفداراش میده. اما نکته جذابی که چشم همه رو گرفته بازگشت شخصیت کلاسیک شروره. شخصیت پادشاه مگنیفیکو طبق نمایش‌های انیمیشن آرزو تقریباً همون شخصیت کلاسیکیه که سالها حسرت برگشتنش رو می‌خوردیم. شخصیتی که حداقل استایلی شبیه به جعفر علاءالدین رو داره و آشا باید با پادشاه بدجنس و خبیثی مواجه بشه که از هیچ چیزی برای رسیدن به اهدافش دریغ نمی‌کنه. خبر خوبم انتخاب کریس پاین برای نقش پادشاه مگنیفیکوه و دلیلش هم اینه که پاین توانایی بالایی توی آواز خوندن داره و از الان میشه مطمئن بود که میتونیم منتظر یه آهنگ کلاسیک دیگه از زبان یه شخصیت شرور دیزنی باشیم. البته اینکه انیمیشن ویش بالاخره انتظارات ما رو برآورده می‌کنه یا نه مشخص نیست و اینا صرفاً بر اساس تریلر اخیرشه که امید رو به جبهه طرفدارای کارهای کلاسیک تر دیزنی برگردونده. واقعیت هم اینه که دیزنی اگه بتونه ترکیبی از حالت کلاسیک و مدرنش رو توی کارهای خودش استفاده کنه میتونه نتیجه بهتری هم بگیره. مثلا انتظار نداریم که توی انیمیشن زوتوپیا 2 شاهد شخصیت شرور کلاسیک درجه 1 باشیم، ولی توی انیمیشن فروزن 3 چنین انتظاری کاملا احساس میشه. طبق نقدهای اولیه انیمیشن آرزو فعلا نتونسته حداقل نظر منتقدا رو جلب کنه. بر اساس نقدهای منتشر شده انیمیشن ویش به اثری فراموش نشدنی توصیف شده که بیشتر از اینکه تلاش کنه روی پای خودش وایسه نسخه ضعیف‌تر انیمیشن‌های قبلی دیزنیه. البته تماشاگرها نقدای نسبتاً مثبت‌تری داشتن، ولی فروش انیمیشن فعلاً ناامید کننده بوده. هرچند عملکرد کریس پاین توی نقش منفی انیمیشن فعلاً جزو نکات مثبتش یاد شده که میتونه جنبه مثبتی داشته باشه. ممنونم که ویدیو ما رو تماشا کردید. نظر شما در مورد شخصیت‌های شرور دیزنی چیه؟ کدومشون از همه بیشتر دوست دارین؟ حتما نظراتتون رو برام زیر ویدیو بگین و یادتون نره که چنل ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما آگاه بشید. خداحافظ.